مذاکرات در دوحه جریان دارد ولی از سوی دیگر حکومت افغانستان تا کنون در قبال جزئیات این نشست و اینکه در بین مقامات ایالات متحده با طالبان در دوحه چه مگذره قرار ندارد. حالی که از همکار ما در دوحه شنیدید انتظار میره که شاید امروز آقای خلیلزاد به افغانستان سفر کند تا حکومت افغانستان را در جریان جزئیات قرار بده. محترم آقای صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری را مکنون از طریق اسکایپ با خود داریم تا برداشت خود و واکنش های ارگ ریاست جمهوری در قبال معلومات به ما ارائه بدهند. آقای صدیقی سلام به شما، ممنون و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. از اظهارات تازه آقای ترامپ آغاز میکنیم. طوری که در گزارش ما شنیدین آقای استانگزای گفت که برای از اونا اصلا مطرح و مهم نیست که ترامپ چی میگه، در حالی که با یک تیم از نماینده های حکومت آمریکا در حال مذاکره هستند. واکنش ارگ ریاست جمهوری به اظهارات آقای ترامپ چیست؟ سلام بر شما و بیننده محترم شما. یک سخنگوی طالبان اظهار تعجب میکنه در مورد سخنان رئیس جمهور آمریکا، واقعا جالب است. اما به هر حال آنچه که ما با ایالات متحده آمریکا باعث یک متحد استراتژیک کار میکنیم است که چگونه صلح پایدار در افغانستان برقرار کنیم. آنچه که اتفاق مفته در دوحه طبعا بخش از تلاش های حکومت آمریکا و حکومت افغانستان بر ختم جنگ است. بله. هر اقدامات میگیره از طرف ایالات متحده آمریکا، حکومت افغانستان، منظور پایانی جنگ است که با تاسف طرف طالبان علیه مردم افغانستان تحمیل شد. بله. انتظار میره که نتیجه مذاکرات بین آمریکا و طالبان تا روزهای شنبه و یک شنبه اعلان شود. ولی حکومت افغانستان ابدا جزئیات این مذاکرات را از او آگاهی نداره و طوری که شنیدین آقای خلیلزاد ممکن امروز به کابل بیای و شما را در جریان جزئیات قرار بده. اگر ایالات متحده با طالبان روی موضوعات مثل خروج عساکر به موافقه نهایی رسیده باشند، ارگ ریاست جمهوری موافقه را میپذیره یا خیر؟ خب درست نیست که گفته شود که حکومت افغانستان در جریان نیست. ما بارها گفتیم که از هر مرحله آقای خلیلزاد حکومت افغانستان و رئیس جمهور افغانستان آگاه ساخته. پیش از آغاز راوند 8 و 9 آقای خلیلزاد در کابل بود و نزدیک به یک هفته در جریان اقامتشان رئیس جمهور افغانستان در قسمت کارهایی که انجام میکنند طبعا آگاه ساختن و ما هم بحث حکومت ملاحظات را که ما داریم، اهداف را که به حاصل افغانستان ما داریم یک جا با حکومت امریکا کار میکنیم. اما به هر حال دیده شود که این راوند که داره به پایان میرسه پیشرفت ها چی بوده، نتایج چی بوده، طبعا آقای خلیلزاد رئیس جمهور افغانستان خبر خواهد ساخت و حکومت افغانستان هم در قبال این نتایج یا پیامدهای این نشست تصمیم خود خواهند گرفت. بله. پیش از وقت است چون هنوز اینا به تفاهم نهایی نرسیده. اظهار نظر در همچه حالت به باور ما درست نیست. خب از جانب هم برخی تبلیغات به گفته آقای خلیلزاد از منابع معتبر مثل آژانس خبررسانی رویترز و الجزیره روی حکومت موقت شده بود که هم طالبان هم آقای خلیلزاد رد کردن و بعد روی از این که امریکا حمایت خود را از اردوی افغانستان متوقف می‌سازد آقای خلیلزاد باز هم او را رد کرد. سخنگوی طالبان را داشتیم آقای شاهین که گفت اونا اردوی افغانستان را طوری که در برنامه شنیدین من حیث یک بنیاد یا مؤسسه می‌شناسن و در او اصلاحات خواهند آورد. واکنش شما به این گفته آقای ساحل شاهین چیست؟ خب اولی که هیچ کس هیچ گروهی حق تغییرات و آوردن اصلاحات در امنیتی ملی ما نداره. نیروهای امنیتی ما، نهادهای امنیتی ما مربوط به ملت افغانستان و هر تصمیمی را که ملت افغانستان بر اصلاحات میگیرد طبعا اون گام بعدی است. اما به گروه طالبا مردم افغانستان این صلاحیت تفویض نخواهد کرد که اینا کار را انجام بدن یا خدای نخواسته صدمه را به نهادهای امنیتی ما برسانند، نهادهایی که بر بنیاد خواست مردم افغانستان و در نتیجه قربانی های زیاد امروز به پای خود استاده است در برابر هر نوع تهدید از مردم و وطن خود دفاع میکنه. مورد دیگر شما یاد کردین که بله این وضاحت باید طالبا بوده که رویترز که یک آژانس معتبر خبری است چگونه میتونه با قماندان های طالبا مصاحبه بکنه و این قماندان ها کی است که گفتن ما به جنگ خود ادامه میدیم. این زد و نقیص مواردی است که
در تضاد با اعمال و کردار طالبان در دوحه است و این وضاحت باید طالبان بکنه. بله. آیا کماندان های اینا که در افغانستان هست یا سرگروه های اینا که در افغانستان است قدر اینا با هم ارتباط دارن و این موارد چگونه با او برخورد خواهد شد؟ بله. تشویش اساسی ما هم و نگرانی اصلی مردم افغانستان هم نیست که نشه که با پیشرفت در این پروسه خدای نخواسته پروسه سال ما ناقص باشد. خدای بله. نخواسته خب آقای صدیقی اشخاص باشن که طوری که شما گفتین نظریات طالبان همیشه در قبال حکومت افغانستان بسیار شدید بوده و حکومت افغانستان هم نظریات بسیار شدیدی را تاکنون علیه طالبان داشته. مثلا شما گفته بودین که مبارزه علیه طالبان جهاد تلقی می شود. رئیس جمهور هم گفت که طالبان گروه خرابکار است که باید از بین برده شوند. به نظر شما حتی اگر امریکا و طالبان با موافقه برسن این تضاد بسیار بزرگی را که بین حکومت افغانستان و طالبان جریان داره چه مدت را در بر خواهد گرفت که شما او را با مذاکره بین خود حل کنین در نشست بین الافغانی؟ سیاست حکومت افغانستان واضح است. در این هیچ شک نیست که گروه طالبان یا گروه خرابکار است. متاسفانه عامل اصلی تمام بدبختی‌ها در افغانستان این گروه بوده و جنگ ناروای این گروه علیه کشور ما بوده. شما ببینید حتی شبکه‌های مخابراتی ما از آسیب گروه طالبان در امان نبوده. انتخابات ما را اینا تهدید کردن، رسانه های ما را تهدید میکنن، در شهرهای ما بمبگذاری میکنن. امروز یک سرک آباد ما متاسفانه از دشت طالبان ما نداریم. با تاسف خوبی خرابکاری نیست پس چی است؟ بله ما نیروهای امنیتی افغانستان طبعا بله با عرض معذرت که وقت ما بسیار کم است. آقای صدیقی وزارت دولت در امور صلح امروز گفته که هیئت 15 نفره افغان نشست های خود را برای هماهنگسازی آغاز کردن. این هیئت کیا هستند؟ چرا نامشان را حکومت منتشر نمی سازه؟ خب زمان انتشار هیئت مذاکره کننده هنوز نیامده و ما منتظر پیشرفت در این پروسه هستیم. زمانی که ما پیشرفت داشته باشیم و ما وارد مرحله گفتگوهای مستقیم با گروه طالبان شویم طبعا حتما او را اعلان خواهیم کرد. اما در حال حاضر ضرور نیست به باور ما که این جزئیات با شما و با مردم شریک بشه. بله ممنون و سپاس از شما آقای صدیقی که مثل همیشه در وقت بسیار اندک وقت خود را در اختیار تلویزیون آشنای صدای آمریکا قرار دادین. تشکر از شما. ممنون از شما.